برجا بشینید بچه. خب آقا اجازه. چیه مصطفی؟ آقای نتایی حواستون به من باشه. ما یه زب اردوی دیم. آقا چیه؟ مشکل چیه؟ الان چیکار میخوای بکنیم؟ ما یه زب اردوی دیم تا که اومدیم زنگ زد. میخوای بری بیرون؟ میخوای بری دست باب؟ فهمید. فعلا بشین بچه ها، توجه داشته باشین، هیچ کس نباید دیر کنه بچه ها، همه باید به موقع سر کلاس حاضر بشن. تنبیه مصطفی اینه که تا آخر کلاس دست به آب میشینه، زنگ که خورد میره کارش انجام میده. بچه های کلاس سوم دفترها باز، عدد امروز در جدول ضرب عدد 6 6 ضرب در 1 6 6 ضرب در 2 12. همه ی حرفایی که میزنی درست، ولی فکر میکنی خان رضایت بده پسرش دختر یه رعیت رو بگیره؟ خودت بهتر از همه میدونی خان برای هدایت سرایا رو زیر نظر داره. از همه اینا مهمتر خود هدایته، اون نفسش به نفس کتایون بنده. اونا واقعا هم دیگر رو میخوان، امکان نداره سر کتایون هوو بیاره. از اینا گذشته، اگه بچه کتایون پسر دنیا بیاد چی؟ پرونده این ماجرا بسته میشه، دختره رو میفرستیم ییلاق. فعلا فرض بر اینه که بچه سوم کتایون هم دختر باشه. خب اگه خان بتونه هدایت رو قانع کنه حتما سرایا رو برش میگیره. من میگم هدایت از آن دختر خوشش نمیاد، از پدرش هم که بدش میاد. مهم حرف خانه. اشتباه تو در همینه دیگه. دیگه این خان خانه قدیم نیست، ضعیف شده، اختیار همه کارا افتاده دست هدایت. اگه هدایت به سرایا رضایت نده به یک کلفت راضی میشه دختر یه رعیت؟ اگه اصرار خان باشه بچه کتایون هم دختر به دنیا بیاد، هدایت بین سرایا و آن دختره دختره رو انتخاب میکنه. تو از کجا میدونی؟ از برق نگاهش. دنیا رو که دید چشاش یه برقی میزد که معنیشو من میفهمم. این وسط گیر تو چی میاد؟ گیر ما؟ خیلی خوب، گیر ما چی میاد؟ ما از دو طرف برنده ایم، هم به اصرار خان برای نوش زن پیدا کردیم، هم همسر ولیعت خان ما برش انتخاب کردیم. اونا دو طرفه به ما بدهکار میشن، فقط باید با دقت بیشتری کارامون انجام بدیم، مخصوصا تو که خیلی کارت مهمه. بعد به دخترک آداب معاشرت یاد بدی، لباس نو براش بخری، کاری کنی که تو دلش جا بشی، بعد دوست داشته باشه. حواست باشه من نمیخوام روش زیاد چه. من از الان دست به دعا میشم بچه کتایون پسر دنیا بیاد، اینم برش گردونیم کوه. اصلا ازش خوشم نمیاد. اقلا تا تولد بچه کتایون صبر کن، قول میدم یه ساعت هم نزنم اضافه بمانه، میفرستمش یه ایلاق. تو خیالت راحت، مهم آرامش توه. ببین مار جان، میخوام برات یه زندگی اشرافی درست کنم که خودت به من بگی تیر داد، من خیلی خوشبختم. سلام، تو کلفت مهندس هستی؟ بله، برش قضا آورد. پس بلا برو بالا طبقه چهارم، انتهای راه رو سمت چپ اتاق مهندس.
بیا تو. سلام آقا. سلام. به جان وکیلی دیگه نمیذارم بری. قضا رسید یه لقمه با هم میخوریم دیگه. میخوای نمگیرم کنی؟ چه حرفی میزنید؟ شما همیشه که به ما لطف داشتید، هر دفعه تو اداری گیر کردیم با یه اشاره شما رف شده. به من ظرفه رو ببر. بفرمایید. به به. بفرمایید. میشین دختر جان. بفرمایید. دهن نیفته. پس با این حساب شرایط داره حسابی عوض میشه. 100%. هر پایی که زدم نشنیده بگیر. البته شما تا حالا غیر از این از من دیدین؟ نه خیر، قبول دارم که یار مایی. خوشمزه است. خودت غذا خوردی دختر جان؟ بله. خانم باید حرف زد؟ بله آقا. باید سعی کنی دل خانمو به دست بیاری. چشم آقا. بخور. سیرم آقا. بفرمایید. آفرین مصطفی، از برادر بزرگت کمک گرفتی ها. این دفعه باید تنهایی بنویسی. برو بشین. آفرین. حسین جا بده بهش بشینه. بشین. خب ما
بچه های کلاس پنجم. منتظر نهار پیش من بمان. ماهی سفید درجه یک دارم. ماهی تو بذار برای شام. بریم خانه. خانم آش درست کرده. تو برو آش تو بخور. من میخوام ماهی بخورم. آش خوری تو رو هم خواهیم دید. اونا چی هن؟ کتاب. حمید جان من حوصله گرفتاری رو ندارم. کتاباتو انقدر جلوی چش مردم نذار. تو که مردم نیستی که. بعدم اینا کتابای ممنوعه نیست که. رمانه. آه. قمارباز، جنایت و مکافات، این آنا کارنینا، دون کیشوت، ممنوعه نیست اینا که. من که حرفی ندارم، ولی مراقب باش. تو برو آش تو بخور، آش خور. خانم غذای بچه ها رو سر وقت بدی بخورن. چشم خانم. بعدم میتونم برم به خانه؟ آره برو. دنیا که هست. دنیا تا وقتی بچه ها نخوابیدن تنهاشون نذار. خوابشون که برد تو راه را بشین تا ما برگردیم. ممکنه مهمانی تا نیمه شب طول بکشه. نگیره بخوابی. بیدار میمانم خانم. بهت حسودی میشه کتایی. ای کاش منم یه دختر داشتم. منظورت اینه که دلت به حالم میسوزه.
نه به خدا، هیپی فرشته ها نیست. ایشالا پسرت هم که تو راهه. دیگه چی از خدا میخواد؟ بچه بیایم بریم با سوگل بازی کنیم. بیا مرجان جان. چی شده کتایان؟ چرا بیتابی؟ نمیدونم، هر کاری میکنم نمیتونم این دنیا رو بفهمم. من تو تهران زندگی بورژوازی داشتم، اون زندگی راه و روش خودشو داره. دنیای مدرن، دانشگاه، تحصیلات، همه دنیای خودشو داره. فکر میکردم دنیای فئودالیته شبیه دنیای بورژوازیه، اما نیست. پول و رفاه تو هر دو هست، ولی نحوه زندگی کاملا فرق میکنه. برای همین بین این آدم ها بیشتر از همه تو رو میفهمم. ممنون، ولی خانواده من خورده بورژوای کوچکم. پدرم یوم در آرزوی پولدار شدن سنگ پولدارای امروزی رو به سینه زد و به هیچ جا نرسید. ولی تو میرسی. اما به هر صورت زندگی ما از یه جنسه، با این زندگی فرق میکنه. خان و خان بازی، همه جا دعوا سر پوله. پدرم همیشه میگه یه عده دنبال پولن که به قدرت برسن، یه عده دنبال قدرتن که به وسیله اون به پول برسن. سرنوشت من و تو هم به پول گره خورده. کدوم بخشش؟ ازدواج ما. پدرم یه جورای کارمند خان تو مرکز استانه. وقتی خان منو برای مهندس خواستگاری کرد، پیشتر به خان وله رو گفت. ولی من عاشق هدایت شدم، اصلاً به پولش فکر نکردم. فکر میکنم تو هم از مهندس خوشت میامده که زن شدی، وگرنه نه رو میگفتی. نه؟ شاید. شاید؟ من واقعاً عاشق مهندس شدم، اما چی؟ مهندسو نمیدانم. نمیدانم به خان بله رو گفته یا به من. فعلا به تو. اون عاشق زندگیشه. به عشق شک نکن. یادت باشه شک شکاف ایجاد میکنه. ممنون کتایی، داشتم اشتباه میرفتم. بیشتر باید به فکر خودمون باشیم. نمنمک دارم به حرف مادرم میرسم. حرف مادرت چی بود؟ جای شما خالی، تا صبح شکار کباب کردیم خوردیم، بعد فهمیدیم از انبال خام بودی که آقا شکار کرده. میامانه تشیب آوردن. سلام جناب سرهنگ، خوش آمدید. بفرمایید. سلام خانم. سلام خان. سلام جناب سرهنگ عزیز. سلام خان. سلام دختر گلم. بلال جان، کدایون، اسمون ایل جان، پذیرایی بکن. سلام. سلام خانم سرهنگ، خوش آمدید. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. خوش آمدید. من عاشق زندگی مدرن و تکنولوژی هم. شما چی کتایون خانم؟ من اصلا حالم خوب نیست مادر جون. حالت تهوع دارم. چی شده عروس گلم؟ میخوای بگم برای چای نبات بیارم؟ نه ممنونم. نظر شما چیه؟ چه میدونم والا. سوگل بگو غذا رو بکشه. بالاخره اعلیحضرت انقلاب کرد.
این مدت ترسش همش از خانها و مالکین بود. دیدی طرفم درست بود؟ از اول گفتم شاه باید از روحانیت بترسه. به همین دلیل بود که شاه اعلم رو به نخست وزیری انتخاب کرد. اعلم دشمن سرسخت روحانیت و حوزه است. اعلم به پشتوانه شاه با اقتدار انقلاب رو به پیش میبره. آدم با درایتی. من شنیدم اون به شاه پیشنهاد کرد که روز بعد از اعلام انقلاب در حرم مطهر حضرت معصومه سخنرانی بکنه. در واقع این یه پیام بود برای روحانیت. با این حال من نگرانم. روحانیت یک ادعای معمولی نیست. روحانیت یک شبکه گسترده در تمام مساجد شهرها و روستاها داره. روحانیت زبان مردم بلدن. سری ترین خبرها به سرعت از طریق شبکه اونا بین مردم پخش میشه. در 150 سال گذشته هر حکومتی روحانیان رو دست کم گرفته، کار سیاسیش گره خورده. اونا ابزارهای لازم رو برای مقابله با هر حکومتی دارن. شبکه اجتماعی وسیع، زبان عامه مردم، سواد دانش فلسفی که در واقع زبان جامعه روشن فکری و تحصیل کرده جامعه است. در واقع هر حکومتی مردمش رو از این سه عامل دور نگه داره، در کمال آرامش میتونه حکومت کنه. شما نگران نباشید، ما اونقدر قدرتمند هستیم که از پس این مشکلات بر بیاییم. مملکت که آرام باشه همه سود میبرن. پوریا جان، تو چرا چیزی نمیخوری؟ چشی چرا انقدر فکر میکنه؟ مشکل فکری داره. راست جناب سرهنگ، دنیا داره عوض میشه. شاید من زیادی پیر شدم. شما که الحمدلله حواستون بود. قبلن ارباب روستا بودید، حالا شدید مالک شهر. عوضش مشکلاتش بیشتره. من دیگه خسته شدم. خیال دارم خودم بازنشسته بکنم. مدتی که عملا کارامو هدایت به دست گرفته، دلم میخواد امشب رسما بازنشستگیم اعلام بکنم. انشالله همه امورم رو هدایت به دست بگیره. مهندسم مثل یک برادر مشاور در کنار هدایت بمونه. میدونی جناب سرنگ، این تیرداد من خودم بزرگ کردم. مثل فرزندم دوستش دارم. راستی تو مشقربان یادته؟ بله. خدا رحمتش کنه، بهترین و با وفاداری نوکرم بود. بابای تیرداد بود. بعد از مرگش من هیچی از فرزندی برای تیرداد کم نذاشتم. البته خودش مرد لایق و خدمتگزاریه. الانم مسئولیت کارخانه چای دستشه. من همیشه به وجودش افتخار میکنم. ممنونم خان. منم قول میدم تا دم مرگم کنار هدایت بمانم و خدمتگزار شما باشم. سلام. حسلم سر رفت. سرویا جان، بیا کنارم بینیش. نظر شما چیه؟ خیلی زنده است. به چشماتون نمیشه نگاه کرد. کی نقاشی کرده بدم از بدرم بکشه؟ هدایه داده تهران کشیدن. هدایه جان، اینه کی نقاشی کرده؟ یکی از دوستان نقاشم در تهران. واقعا طبیعیه. دیدی حرف من درست بود؟ من واقعا نمیفهمم چرا تا دنیا آمدن بچه کتایون سب نمی کنن. اگه بچه پسر نبود اون وقت به فکر زن دوم برای هدایت باشن. منافع خانم، خان آدم باهوشیه،
با این کارش میخواد در شرایط لغو و ارباب رعیتی یه نشونی از خودش تو شهر بذاره. خندت برای چیه؟ مطمئنم اگر سرحال‌تر بود خودش دختره رو میگرفت. خیلی خوب بلده زندگی بکنه و بزرگی بکنه. بی دلیل نیست بهش میگن خانه بزرگ. تا بزرگی چی باشه؟ بزرگی یعنی ثروت، زمین، املاک، کارخانه. اگه اینا نبود کتایون سر هدایت میشد؟ تو پخمتر از هدایت دیدی؟ چیش از کتایون سرتره؟ زیباییش؟ قدش؟ قوارش؟ معلوم فرزند فکری خانه بزرگ تویی، نه نوش هدایت. نکنه فکر میکنی منم از مرکز استان به خاطر ثروتت به روستا آمدم؟ من شک ندارم تو منو به خاطر خودم دوست داری، ولی هرگز فراموش نمیکنم یه نوکار زدم. منظور من این نبود. فراموش کن. خب خان شما رو کنار کشید چی گفت؟ بگم؟ اگه دوست داری. زل زد تو چشای هدایت، گفت باید سریا رو بگیری. نه. هدایتم گفت من همچین کاری نمی کنم. آخرش چی میشه؟ اون چیزی که من فکر میکنم میشه. بیچاره کتایون. تو غصه کتایون رو نخور. اون خودش آدم زرنگه، بلده چی کار بکنه. من و تو باید به فکر خودمان باشیم. بیشتر از زندگی ما لذت ببریم. هر چی بیشتر پیشرفت بکنیم بیشتر لذت میبریم. تو نمیخوای پیاده شی؟ نه، میخوام کمی تنها باشم، چشمامو ببندم فکر کنم. پس بذار دوتایی تنها باشیم. فراوان میخورد بر بام خانه، یادم آرد روز باران، گردش یک روز دیرین، خوب و شیرین توی جنگل‌های گیلان. کودکی 10 ساله بودم، شاد و خرم، نرم و نازک، چست و چابک. با 2 پای کودکانه می دویدم همچو آهو، می پریدم از سر جو، دور می گشتم ز خانه. می شنیدم از پرنده، از لب باد وزنده، داستانهای نهانی، رازهای زندگانی. برق چون شمشیر بران پاره می کرد ابرها را، تندر دیوانه غران مشت میزد ابرها را. جنگل از باد گریزان چرخ ها میزد چو دریا، دانه های گرد باران پهن میگشتند هر جا. سبزه در زیر درختان رفته رفته گشت دریا، توی این دریای جوشان جنگل وارونه پیدا. بس گوارا بود باران، بهچه زیبا بود باران. می شنیدم اندر این گوهر فشانی، رازهای جاودانی، پندهای آسمانی. بشنو از من کودک من، پیش چشم مرد فردا، زندگانی خواه تیره خواه روشن، هست زیبا، هست زیبا، هست زیبا.
خانم با چی شدی؟ میدونی اگه خانم بفهمه ناراحت میشه؟ ما مسابقه مازش بابا بخانم من اول شدم بهداد دوم دنیا هم سوم. خیلی خوب حالا ببینید دستورتون رو بشونید بهتون غذا بدم. ما با شما غذا میخوایی دنیا دستورت بشون. فکر نکنم خانم خوشش بیاد. از چی؟ با بچه ها رفیق نشو. چشم. تو میتونی بخونی؟ نه سواد ندارم. دنیا دنیا بیدا جان اینه بگیر. عکس کلمه ها رو تماشا میکنی؟ دلم میخواد خواندن و نوشتن یاد بگیرم ولی نمیدانم باید چه کار کنم. شما میتونید کمکم کنید؟ ما که معلم نیستیم. ولی میتونیم از آقا معلم کمک بگیریم. نه شما نمیخواد کاری بکنید. اگه آقا و مادرتان بفهمن عصبانی میشن. میترسم اگه بفهمن با هم غذا خوردیم هم ناراحت شن. ما که به اونا نمیگیم. درسته بهداد؟ بله که نمیگیم. اسم معلمتان چیه؟ حمید سپیدرودی. شهریه ولی اینجا درس میده. تو مدرسه میخوابه. ما خیلی دوستش داریم. بچه ها بودوین صدای ماشین آقا جان داره میاد. بری خانه بگر نه الان میاد آتش بپا میشه. ساده بریشو نفره بعد بسر بایستا این هم بریزم روش بایستا این برو شست و هش مگه کوری نمیبینی مگه اگه آقا بفهمه پدر که در میاره صد مار بهت گفتم بره زربین کم کنیست تو به جای سربینه بزرگتر کردی؟ نمیتونی بگو نمیتونم و برو چرا خودت یه برم تحت نمی کنی؟ میدونی از صبح تشم چند بایی سامبور در بالا میبریم؟ همه ما کمرمون درد گرفته و شما تصوب نمیخوابیم با همه یکی با دو نکن اصلا بری سر کارتون ببینیم دکتر مهندس مهندس که نه آمده یا بریم بینم بری سر کارتون بیا بینم همینجا بمون تا مهندس بیاد تکلیف تو روشن کنم. کدام تکلیف نامسلمان؟ یه بار افتادم مگه قطع کردم؟ تو نیفتادی کمرت خم شد. مهندس به کارگری مثل تو حقوق نمیده. چیا جانم میخوای اکبر؟ مهندس چه میدونه در کارخانه چه خبره؟ چرا راپورت غلط بهش میدی؟ اگه از ما نمیترسی از خدا بترس. اینو بدون که دل همه کارگرا از دست تو خونه. چرا با یه لقمه نان زن بچه‌شون بازی میکنی؟ دلشان خونه؟ چرا نمیرید جای دیگه کار نمیکنید؟ نامسلمان تو که میدونی اینا خوش نشینن. اگر زمین داشتن که نمیامدن زیر دست ظالم تو. خلاص میگی تو از حالا اخراجی. برو تبل ما بپا نکردی. چی گفتی ها؟ چی میگی؟ یه آقای منو میگیری؟
اکبر 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 چه خبر شده؟ کارخانه شده تعطیله؟ سلام بری سر کارتان نمیخواد به خاطر من ناخوردن بیافتید علی از غیر راست میگه بری سر کارت من برای اکبر شکایت میکنم شکایت میکنیم مشتی بیچارت میکنن ما دیگه چیز نداریم از دست بدیم بالاخره یکی باید جرأت داشته باشه مشتی شکایت علیه اکبر یعنی شکایت علیه مهندس پشت شکایت علیه خان بری سر کارتو بری کت کلاهی بده بود کجا میری آقا جان؟ داره میرم شکایت نامه می‌نویسم. هیچ کس جرأت این کارو نداره. شعبانه چی اما آدمای خانه. آقا معلم. آقای سید رودی. سلام شیخ بس. چی شده؟ عرضی داشتم. خب بفرما تو. حالت خوبه؟ قربانش. چی شده مشهی بس؟ و کارگران روزمزد به گوش بانیان امر برسد و سلام. خب مشهی بس من اینجا همه چیزو نوشتم فقط اینو باید ببری کارخانه بدی کارگرا زیرشو امضا کنه چش خدمت شما میترسم دردسر باشد از کارخانه بیرون نشن کنند من یه فکری دارم از همه کارگرا امضا بگیر اگه همه کارگرا زیر نامه رو امضا بکنن دیگه نمیتونن اینا رو بیرون کنن چون که کارخونه تعطیل میشه کارگرا امضا ندارن بی سوادن خب بگو انگوش بزنن راه‌های دفاع بدن یک پوست بر پا بر جا بچه ها بیرون همه بیرون خیر باشه پیرکویی از طرف خان اومدن دنبالت بیا برو خان؟